سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. بالاخره قراره پارت دو ایده دکور اتاق بگیریم با هم دیگه و ببینیم ایده ها رو از توی پینترست و یکم همجوری نگاه کنیم ببینیم چی به چیه. یه سری از ایده هایی که من خیلی دوستشون دارم، اگه پارت یک رو ندیدین اینجا میذارمش، میتونین بریم ببینین. اون فکر کنم پر ویو ترین ویدیوی چنلمه. واقعا مرسی، میدونستم که دوست دارین، برام میگفتم پارت دوشم بگیرم. البته که این پارت آخره و دیگه بعد از این قرار نیست ویدیویی با این عنوان باشه. قبل از اینکه شروع کنیم، اگه هنوز چنل یوتیوب منو سابسکرایب نکردین، خیلی خیلی با این کارتون بهم کمک میکنین، ازم حمایت میکنین. پس برین سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین نظرتونو. اولین ایده رو میخوام با آینه شروع کنم، چون آینه یکی از اجزای اصلی اتاق یه جورایی و خیلی مدلای مختلفی داره و خیلی دکورای مختلفی میشه باهاش داشت. مال من آینه هالیوودیه، یعنی دورش این شکلی که اینجا میبینین چراغ هالیوودی داره، بهش میگن آینه هالیوودی. میشه بدین نجار براتون درست کنه، یا میتونین حتی چسبی هم هستن اینا، میتونین اونجوری بگیرید. ولی خیلی خیلی قشنگه، من خیلی دوستش دارم. برای کسایی که ویدیو میگیرن هم خیلی خوبه، اگه نمیخواین یه رینگ لایتی حالا بگیرین، میتونین اونجا ویدیو بگیرین، اون روشن کنین و نورش استفاده کنین. خیلی برای دخترا مخصوصا، کسایی که مثلا دوستان آرایش کنن، میز آرایش خیلی جذابیه. حالا یه مدل آینه‌ای که جدیداً خیلی ترند شده و معمولاً توی آنلاین شاپ ها و اینور اونور می‌بینین، این مدل آینه های ماهن، هلال ماه، که من اینم دارم توی اتاقم. هر چیزی که خودم داشته باشم براتون ویدیوشو میذارم که ببینین حالا بیرون از عکس چجوریه. اینم خیلی قشنگه، من خیلی دوستش دارم واقعا. اون طرف اتاق دادم، حالا ویدیوشو میذارم ببینین. یه مدل دیگه‌اش این آینه های نقاشی شدن که بیشتر جنبه دکور و تزیین دارن، چون به خاطر اون نقاشی ها خیلی آینه فضای آینه مانندی نداره، ولی خب خیلی خوشگلن، مخصوصا اینکه میتونین هر طریقی که دلتون بخواد بدین براتون نقاشی کنن. این خیلی باحاله. ایده بعدی ایده گل و گیاهه. من اگه اتاقم نور داشت اتاقو پر میکردم از گیاه، واقعا خیلی ایده قشنگه و اصلا حس تازگی و میدونی لطافت چی میگن؟ همچین چیزایی میده به اتاقتون و وقتی مثلا فکر کن صبح پا میشی و اونا رو میبینی خیلی حس خوبیه واقعا. من خواهد توی این عکس ها که آدم نگاه میکنه خیلی خوشگلن، خیلی جاهای مختلفی هم میشه گذاشت، گلدون حالا یا روی این تاخچه هایی که اینجا میبینی، خیلی خیلی قشنگ میشه واقعا. اگه اتاقتون نور داره این کار رو حتما انجام بدین، کلا جلوه اتاقتون رو عوض میکنن. حالا یه ایده دیگه هم هست برای کسایی که اتاقشون نور نداره، اونم اینه که از این برگای مصنوعی که ریسه ای هم هستن، فکر میکنم متری هم، به گوشه ها و بالای دیوار و اینجور جاها وصل میکنم، مثل همین عکسه خیلی هم من دیدم، ولی خب نمیدونم، طبیعیش خیلی قشنگ تره. ایده بعدی ایده رگاله، ولی به نظر من توی اتاقایی که حالا خیلی کوچیکن یا مثل اتاق من خیلی شلوغ بلوغن نمیشه استفاده کرد و برای کسایی که یه تعداد زیادی لباس ندارن. البته که اینا مطمئنم توی یه گوشه دیگه هم یه کمدی دارن، ولی خب این رگاله یه جلوه خیلی خوشگلی به اتاق میده و میتونی حالا لباسایی که خیلی بیشتر استفاده میکنی و بذاری اونجا، کفش و اینجور داستانا، خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. حالا یه مدل دیگه هست که خیلی جا نمیگیره اندازه اون یکی رگاله، اونم اینه که یه چوبی رو از دیوار از سقف آویزون میکنن و حالا روی اون لباساشون آویزون میکنن. اینم خیلی قشنگه. اینا همشون به نور نیاز داره، اسم میکنن. تو اتاق من قشنگ نمیشه، ولی اگه شما اتاقتون نور داره اینا خیلی قشنگ میشن. ایده بعدی شاید خیلی کوچیک و جزئی به نظر بیاد، ولی خیلی تاثیر داره، خب هم توی روحیه خودتون هم توی قشنگی اتاقتون. اونم شمع، عود و حالا کریستال اگه دوست دارین از این چیزاست. شمع، من عاشق شمعم و یه جاودی خیلی بامزه هم دارم، براتون عکسش میذارم. شمع و عود، نه دخترانه داره نه پسرانه، یعنی هر کسی بخواد میتونه استفاده کنه. چرا انقدر داد میزنن این پرنده؟ و خیلی خیلی قشنگ میشه. حالا جدیدن من میدونم که این مدلای جینگل پینگل جاودیا اومده، خیلی باحالن. البته یه چیز دیگه کنارش، این بعد دخترا حالا و پسرا اگه استفاده میکنن از اکسسوری و اینجور چیزا، این جای اکسسوریه، خیلی باحالن. اینا هم جنسشون همون جنس اون یاروهای اوده، فکر میکنم از خمیر
یه چیزی درست میشن، از یه نوع خمیرن که بعد رنگ میشن و خیلی باحالن، خیلی ترند شدن، میتونن اتاقتون رو واقعا یه گوشه از اتاقتون رو خیلی بامزه کنن. مثلا اینو بذاری، شمعو بذاری، اودو بذاری، خیلی قشنگه. آقا من اینجا شمع و اینامونو گذاشتم، حالا یه سری از شمع خوشگلمون استفاده شد تمام شده. این جاودی مونه، خیلی بامزه است. خودم طرحش رو پینترست پیدا کردم و دادم برام درست کردن. دو تا کریستال دارم، اینا آمیتیستن، خیلی باحالن. اینم شمع این جور داستان های زیرش هم که اودامه مردش زنش، اینم داووده که بره افتادم. خلاصه که آره، اگه اتاقتون رو میخواین درست کنین و اتاقتون نور داره، حتما از اینا استفاده کنین، واقعا چهره اتاقتون رو خیلی عوض میکنن. یه سری چیزای دیگه هم هستن که توی ایده من نخواستم حالا جاشون بدم، مثل روتختی و رنگ دیوارها. اینا رو میتونین با سرچ کردن توی پینترست با این جمله ها یا کلمه هایی که اینجا می نویسم میتونین پیدا کنین و حالا با اون روحیه خودتون و اینجور چیزا ستش کنین، خیلی باحال میشن. من خودم به شخص رنگ آبی کمرنگ یا توسی خیلی کمرنگ و برای دیوارا خیلی دوست دارم و رو تختی هم کلن شطرنگ از این چارخونه های سفید مشکی هستن یا حالا رنگ های پاستلی، اینا رو خیلی دوست دارم. یه سری ایده برای رو تختی و رنگ دیوار اتاق و اینجور چیزا هم براتون میذارم آخر ویدیو که اونا هم ببینین. و آره، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه هم سابسکرایب نکردین یادتون نره که سابسکرایب کنین، این ویدیو رو هم لایک کنین و اینکه اگه از این ایده ها استفاده کردین حتما توی کامنت ها بهم بگین و اگه تونستین توی اینستاگرام هم که آیدش اینجا میاد عکسشو برام بفرستین. همین دیگه، بوس، بای.